رهبران جهان در نشست سالانه مجمع عمومی سازمان ملل متحد باید گام‌های جدی برای پایان دادن به بحران‌های گسترده حقوق بشری بردارند. از فلسطین و سودان تا افغانستان و اوکراین، چالش‌های جهانی حقوق بشر و عدالت اقتصادی در صدر دستور کار این نشست قرار گرفته است. پیمان برای آینده به عنوان نقشه راهی برای مقابله با بی‌عدالتی اقتصادی و بحران‌های اقلیمی مطرح شده و اصلاحات در شورای امنیت و تعهدات جدید برای حفظ حقوق بشر از دیگر موضوعات کلیدی این نشست خواهد بود. همکارم در گزارش خود به این موضوع پرداخته که با هم می‌بینیم. رهبران جهان که برای نشست سالانه مجمع عمومی سازمان ملل گرد هم آمده اند، باید برای پایان دادن به بحران‌های حقوق بشری در سطح جهانی اقدام کنند. نشست امسال از 20 تا 30 سپتامبر 2024 برگزار می‌شود و موضوعاتی مانند وضعیت فلسطین، سودان، اوکراین، میانمار، ونزوئلا و افغانستان در دستور کار قرار دارد. همچنین در نشست آینده رهبران بر تغییرات اساسی برای مقابله با بی‌عدالتی اقتصادی و ارتقای محیط زیست سالم تأکید خواهند کرد. سازمان دیدبان حقوق بشر از رهبران جهان خواسته است که در این نشست‌ها تمایل و تعهد خود را نسبت به پایان دادن به جنگ‌های ویرانگر و خانمانسوز و خونریزی‌های گسترده و جنایات بزرگ و همچنین پذیرش اتهام و مسئولیت کسانی که این جنایات را مرتکب می‌شوند نشان دهند. لوئیس جاربونیو، رئیس دیدبان حقوق بشر سازمان ملل تأکید کرد که رهبران جهان باید پیشنهادات مشخصی برای رفع فقر، بی‌عدالتی اقتصادی و بحران‌های محیط زیستی تصویب کنند. توافقی به نام پیمان برای آینده در نشست سالانه مجمع عمومی سازمان ملل متحد به عنوان نقشه راهی برای همکاری‌های بین‌المللی مورد بحث قرار خواهد گرفت. این پیمان بر رعایت حقوق بشر، انجام اصلاحات اقتصادی جهانی و مقابله با تغییرات اقلیمی تاکید دارد. اصلاحات در شورای امنیت سازمان ملل از جمله محدود کردن استفاده از حق وتو از موضوعات کلیدی این نشست خواهد بود. رهبران جهان باید همچنین به بحران‌های منطقه‌ای از جمله در فلسطین و سودان رسیدگی کنند و از انتقال سلاح به طرفین درگیری‌ها جلوگیری نمایند تا از حملات غیرقانونی به غیر نظامیان جلوگیری شود. همراه هستیم با دکتر حسین علیزاده، کارشناس مسائل سیاسی و امور بین الملل از لندن. آقای دکتر علیزاده سلام و عرض ادب. آقای دکتر، با توجه به فراخوان سازمان ملل برای پایان دادن به بحران‌های حقوق بشری و تأکید بر پیمان برای آینده، به نظر شما چه اقداماتی از سوی رهبران جهان در این نشست ضروری است تا واقعا شاهد تغییرات مثبت در زمینه بی‌عدالتی اقتصادی و بحران‌های حقوق بشری باشیم؟ بفرمایید. بله، چند روز پیش از این بود که میهمان شما در همین برنامه بودم، تحت عنوان موضوعی به نام کاهش پیدا کردن صدای من برای برمیگردیم، لطفا درستش کن. کاهش پیدا کردن انتخابات آزاد و منصفانه در کشورهای جهان در سال 2023. این خودش ارتباطی داره با همین مسئله نقض حقوق بشر. هر مقدار که میزان انتخابات آزاد و منصفانه کاهش پیدا بکنه، مسئله توجه دولت‌ها به حقوق بشر هم کاهش پیدا می‌کنه. یعنی پس می‌فهمیم یک ارتباط مستقیمی است. اگر که انتخابات آزاد و منصفانه در دنیا بالا برود، توجه همون کشور، همون مردم، رهبرانی که طی انتخابات آزاد و منصفانه به قدرت رسیدن، به مسئله حقوق بشر نیز بالا می‌رود. پس بنابراین بین این دو موضوع بسیار ربط بسیار زیادی برقرار هست. نکته دوم این که مسئله حقوق بشر مسئله جهانی، چون این اعلامیه حقوق بشر موضوعی رو دست گذاشته که هر گونه تبعیض رو کنار گذاشته. تبعیض قومیتی، تبعیض زبانی، نژادی، رنگ، پوست، دین، مذهب، همه چی رو کنار گذاشته. گفته که اصالت با کرامت انسانی است، که این کرامت انسانی
بر همگان لازم هستش. خب وقتی که الان گزارش میدن که وضعیت حقوق بشر به وخامت گذاشته، این خودش به این معناست که مسئله کرامت انسانی کمتر مورد توجه قرار گرفته، در حالی که قطعنامه میلینیوم، قطعنامه‌ای که با آغاز قرن جدید و هزاره جدید به اصطلاح ایجاد شد، تصویب شده بود، یکی از موضوعات مهمش رو توجه به سطح حقوق بشر در دنیا مصوب کرده بودن. خب الان وضعیت حقوق بشر همچنانی که در گزارش آمده در گوشه گوشه دنیا دچار التهاب شده. چرا؟ چون رهبرانی که بر اساس کودتا، بر اساس انتخابات غیر آزاد، بر اساس عدم برقراری جریان چرخش نخبگانی، بر اساس عدم برقراری احزاب فعال، بر اساس عدم برقراری رسانه‌های آزاد، بر اساس عدم برقراری کافی ارتباط دسترسی به اینترنت، همه این علل‌ها رو وقتی شما در نظر بگیرید، وقتی این عوامل مفقود می‌شود، مسئله حقوق بشر تحت تاثیر قرار می‌گیره. وقتی مسئله در حقوق بشر تحت تاثیر قرار می‌گیره، گاه تا جایی مسئله بحرانی می‌شود که برای کشور خاصی گزارشگر ویژه حقوق بشر تعیین می‌شود. مثلا برای ایران و اسرائیل گزارشگر ویژه حقوق بشر تعیین شده و در واقع گزارشگر می‌بایستی بفهمی که وضعیت بغرنج حقوق بشری در این کشورها چگونه هستش. به هر حال با آغاز اجلاس مجمع عمومی که از همین سپتامبر آغاز می شود و رهبران دنیا به اونجا می روند، این موضوع قرار هستش در دستور کار رهبران جهان قرار بگیره که با یکدیگر بتوانند در مسئله حقوق بشر تبادل نظر کنند. ولی مسئله این هستش که جمع بزرگی از رهبران دنیا که به اونجا می روند خودشان از سیستم غیر آزاد و منصفانه انتخابات بیرون آمدند. پس بنابراین برای اون رهبری که اون رئیس جمهور، اون نخست وزیری که به اون کشور رفته، به مجمع عمومی رفته، مثلا مسئلهش مسئله حقوق بشر نیست و بنابراین از اینها انتظار نمی رود که بخواهند راه حلی کارگشاه برای تقویت جایگاه حقوق بشر در سطح کشور خودشون و در جهت منطقه و در جهان طراحی و برنامه ریزی کنند. بله، سپاسگزارم از همراهیتون. با تشکر از دکتر حسین علیزاده، کارشناس مسائل سیاسی و امور بین الملل از لندن، که پیرامون این گزارش دعوت ما رو پذیرفتند.